برنامه پانوراما با من آناهیتا خلعتبری خیلی خوش آمدید میدونید که برنامه پانوراما در برگیرنده همه خبرها از مطبوعات مختلف در سراسر سر جهان خصوصا کشور عزیز خودمان ایران خواهد بود خبرها رو آغاز میکنیم به گفته ای بی سی اسرائیل پذیرفته به تأسیسات هسته‌ای و نفتی ایران حمله نکنه یک مقام آمریکایی به ای بی سی نیوز گفته که علی رغم تیرگی روابط بین جو بایدن و بنیامین نتانیاهو گفتگوی اونها در فضایی صمیمانه صورت گرفت و اعضای دولت بایدن احساس کردند که دولت اسرائیل به استدلالهای اونها برای تمرکز بر اهداف نظامی متعارف و نه سایت های یا تولید نفت پاسخ مثبت داده است همطور که میدونید همچنین این روز چهارشنبه حزب الله 20 موشک و حدود چهل موشک به منطقه حیفا شلیک کرده که بر اثر این حملات دو نفر کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند و هم ما سری میزنیم به خانم کمالا هریس کمالا هریس گفته که مطمئن خواهم شد که ایران قدرت هستهی نمی شود کمالا هریس نامزد ریاست جمهوری آمریکا در مصاحبه ای با برنامه 60 منتس شبکه خبری سی بی با اشاره به حمله ایران به اسرائیل گفت اولویت من این است که مطمئن بشم که ایران به توانایی تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای دست نخواهد یافت خانم هریس در پاسخ به سؤال خبرنگار در مورد احتمال حمله نظامی در صورت تلاش برای هسته‌ای شدن ایران گفت در مورد فرضیات صحبتی نخواهد کرد او در این مصاحبه در مورد مسائلی از جمله خاورمیانه یوکرین مالکیت اسلحه و مهاجرت صحبت کرد دانالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه هم به این برنامه دعوت شده بود اما آن را نپذیرفت نگاهی میکنیم به حمایت گسترده از جنبش سهشنبه های نب اعدام در روز جهانی مبارزه با اعدام بله همزمان با روز جهانی نب اعدام سازمان حقوق بشر ایران و کارزار جهانی نب اعدام در ایران با مشارکت سازمان ها و کنشگران حقوق بشری مدنی و سیاسی همگی در حمایت از جنبش شنبه‌های شنبه های نب اعدام به مدت 24 ساعت بدون وقف به موضوع اعدام در ایران پرداختند در این 24 ساعت بسیاری از چهره های شناخته شده ایرانی و بین حضور یافتند همه اونها به طور مستقیم با اعتراضات ایرانیان در جای جای, جای جهان از وین تا ونکوور تا ونکوور همراه شدند این کارزار با حضور جمع گسترده و متنوعی از خانواده های دادخواه زندانیان اعدام شده و خانواده های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام تا خانواده های زندانیان عضو کارزار شنبه های نبه اعدام از نمایندگان پارلمان های اروپایی تا وکلای برجسته حقوق بشری ایرانی و بین و, و کنشگران رسانه مخالف اعدام و از آسیب دیدگان جنبش زن زندگی آزادی و فعالان حقوق اثنیکی تا نمایندگان نهادهای ایرانی و بین‌المللی مخالف اعدام برگزار شد در ابتدای برنامه محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران به تاریخچه و اهمیت روز جهانی نب اعدام پرداخت و با اشاره به افزایش 75 درصدی آمار اعدام در جمهوری اسلامی گفت که حکومت‌های دیکتاتوری از اعدام برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کنند. همچنین خانم شیرین عبادی فعال برجسته حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل هم در این برنامه با شرح روند گسترش جنبش نب ادام پس از انقلاب اسلامی و تبدیل تدریجی آن از حالت تکصدایی به گروهی گفت باید صدای مخالفت با مجازات غیرقانونی ادام را بالاتر برد همزمان با این کارزار مایساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با انتشار یک پستی در شبکه ی اکس و با اشاره به ده اکتبر روز جهانی مقابله با مجازات اعدام از پیوستن خودش به کارزار پایان دادن به این مجازات خبر داد بیرمو نگاه میکنیم به یک خبر ورزشی تیم ملی ایران پس از لغو میزبانی در دوبی به دیدار قطر میره فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا در پی شدت گرفتن تنش ها بین ایران و اسرائیل میزبانی تیم ملی و باشگاه های ایرانی را لغو کردند. لغو میزبانی به دلیل شرایط امنیتی برای فوتبال اسرائیل هم وجود داره در لیگ ملت های اروپا بازی پنجشنبه 19 مهر تیم ملی این کشور مقابل فرانسه در بوداپست برگزار خواهد شد خب میریم نگاه میکنیم به فاکس نیوز ببینیم که مطبوعات دیگر در چه حالی هستن فاکس نیوز اومده و خبر خاص خودش رو به هریکین میلتون اختصاص داده و نوشته شده که "shelter in place, پلیز shelter in place". یاد زبان کووید میفتیم که میگفتن شلتر in place". بله این هریکین که میدونید در فلوریدا هستش همچنان بسیار بحثنگیزه هم از لحاظ چه اتفاقات و چه دمش هایی که میتونه با خودش داشته باشه و همینطور به خاطر اینکه چه نوع صحبت هایی در رابطه با کمک های این موضوع رخ داده که به آن هم خواهیم پرداخت و اما میریم و نگاهی میکنیم به یک میجر ریکال میجر ریکال هستش برای ماشین های هاندا که به اون هم تا دقایقی دیگر خواهیم پرداخت هاندا ریکالز یک میلیون و هزار تا اتومبیل رو به خاطر اینکه یک مشکلی هست در فرمان این اتومبیل ها. بله هاندا ریکالز 1.7 میلیون ویکلز فور دیفکتیو استیرینگ گیرباکس کامپوننت که این بسیار بسیار مهم هست <موسیقی> و اما به CNN نگاه میکنیم پریزیدن بایدن اومده کلی صحبت ها کرده در رابطه با هری ولی این صحبت ها یک کمی هم توهین آمیز هست به سمت آقای ترامپ آقای بایدن اومده گفته که ما هر گونه کمکی که میتونیم در رابطه با این هریکین میلتون داریم انجام میدیم با فرماندار فلوریدا و قسمت های مختلف از هر شهری که بگید کمک های خودمون رو داریم میفرستیم و هیچ گونه مشکلاتی رو ما نخواهیم داشت از این بابت و هر کسی که مشکلی داره با ما تماس مستقیم بگیره و ما آماده باش هستیم اما در این حال اومده گفته که آقای ترامپ کلی ها در این رابطه اومده گفته گفته که آقای ترامپ وعده گفته که شما بسیار از این کمک ها رو داری میدید به Illegal ایمیگرنت ها و این حرفها اصلا حقیقت نداره اینا همه دروغینه بله سر تیتر سی گفته بایدن کالز ات ترامپس لایز اباوت هریکین ریسپانس برنامه پانوما رو پی میگیریم امیدواریم که تا این لحظه این خبرها مورد قبول و پسند شما قرار گرفته باشه نگاهی میکنیم به The Times of Israel بله این روزنامه نشون میده در سر تیتر خودش که عکسی هستش خیلی جالب بین آقای نتانیاهو و آقای بایدن و گفته که یک تلفن کالی با هم دیگه داشتن روز چهارشنبه برای اولین بار در پنجاه روز گذشته گفته که it was conducted in a very positive spirit بله خیلی مثبت بوده وایس پرزیدنت و دموکراتیک پرزیدنشال نامنی خانم کملا هریس هم داشتن به این تلفن کال گوش می‌کردند خبرها رو پی می‌گیریم و نگاهی میکنیم به ای پی نیوز در سرتیتر ای پی نیوز عکس بزرگی هست از آقای ترامپ که کاندید ریاست جمهوری هستش میدونید که الیکشنز 2024 همچنان بسیار داغ و جنجالی هستش و همونطور که برای شما گفتم ما در طول این برنامه ها تا تاریخ رأیگیری شما رو در جریان آخرین اپدیت های الeکشنز 2024 و این کاندیدها و وایس پرزیدنت هاشون قرار خواهیم داد عکس بزرگی هستش از آقای... ترامپ برای یکی از کمپین های انتخاباتی خودش آقای ترامپ هم در باید بگیم سکرانتن پنسیلوانیا آمده و گفته که من دعا میکنم برای همه اون اشخاصی که در این هریکین میلتون الان در حال این هستن که دارن تخلیه میکنن و بسیار وحشت زده هستن و در, در تمام فلوریدا رو در بر میگیره و همچنان که دعا داره میکنه اومده و توهین های خودش رو نثار وایس پرزیدنت کامالا هریس کرده و همه زنان دیگری که در این رابطه دست در کار هستند گفته که سینگ هاد نو اینترست این استاپینگ ایون اف گفته که من هر آنچه که در ذهنم در این رابطه هست و اینکه چطور این خانم به همکارانش اونطوری که باید عمل نمی کنند رو این کامنت ها رو همچنان ادامه میدم با اینکه خیلی آمدن و من گفتن که اگر که تو بیایی و خانم کاملا هریس رو مورد اتهامات اینطوری قرار بدی بسیاری از خانم ها دیگه به شما نمیان رای بدن ولی گفته که من به این موضوع اهمیت نمیدم و حرفایی که باید بزنم رو همچنان ادامه میدم آقای ترامپ کمپین خودش رو همچنان ادامه داد در اون ناحیه با اینکه طوفان بسیار شدیدی در اون ناحیه بود و گفتش که هر گونه دمش ها و خساراتی که در تنپا و قسمت های, های دیگه باشه ایشون همچنان اه, کمک خواهد کرد بله آقای ترامپ در گرانتن پنسیلوانیا گفته بود که اومده گفته خانم کاملا هریس grossly incompetent گفته که به طور فجیعی ایشون اصلا ناتوانی داره در این رابطه و گفته که totally ill equipped to do the job of being president of the United States بله این هم اتهاماتی هستش که ایشون هم در جواب آمده و گفته برنامه پرنامه ما رو داریم به پایان میرسونیم با یک خبر جالب از نوع علمی نوبل شیمی 2024 برای تحقیق روی پروتئین ها به دانشمندان آمریکایی و انگلیسی رسید بله کمیته نوبل روز چهارشنبه 18 همه مهر آبنده دیوید بیکر از آمریکا رو برای طراحی محاسباتی برای پروتئین ها و آقای جان جامپر از انگلیس رو به خاطر پیش بینی ساختار پروتئین ها به عنوان برگزیدگان دریافت جایزه نوبل شیمی 2024 معرفی کرده بر اساس بیانیه این کمیته علمی نوبل نیمی از این جایزه به آقای دیوید برای تحقیق درباره اون طراحی پروتئینی تعلق میگیره و نیمی دیگرش هم به طور مشترک به آقای دمیس و آقای جان جامپر محققان دیگری که در گوگل در انگلیس برای پیشبینی ساختار پروتئین کار میکردند و باید بگیم که تحقیقات اونها به طور گسترده در زیست شناسی مولکولی و بیوشیمی استفاده میشه و بیش از 600 مقاله علمی منتشر کردند. خب رسیدیم به پایان برنامه پانوراما امروز امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه در طول روزهای آینده کلی خبرهای جدید برای شما خواهیم داشت آناهیتا خلدبری هستم از پانوراما با تشکر بسیار از مدیریت شبکه جهانی پارس و همچنین از کارگردان فنی برنامه آقای اسی و آقای سپهر خسروی تا برنامه بعدی خدا نگهدار.